مثلا عزیز، هدف ما در این جلسه بازم روش های ترمیم ویندوز 10 است. به ادامه جلسه قبلی، در جلسه قبلی ما یک روش استفاده از ترمیم استارت اپ ویندوز خواندیم، ویندوز 10 خواندیم و همچنان استفاده از سیستم رستور ویندوز 10 را مطالعه کردیم و انجام اسکن دیسک بس کردیم. اینها را بس کردیم. مثلا عزیز، حالا در روش چهارم میرسیم. روش چهارم در واقع نصب مجدد ویندوز 10 است. مثلا عزیز، اگر روش توربل شیت یا ادوانس آپشن یا ادوانس استارت اپ ریپیرینگ اگر کافی نبود، یا اینکه انجام اسکن دیسک کافی نبود و همچنان سیستم رستور اگر شما پیدا نکردین، یعنی به سه روش فوق اگر شما نتونستین که ویندوز خود را لود بکنین یا با مشکلش رفع بکنین، باز از اینجا مهمترین موضوع عزیز که ما باید دوباره ویندوز خود را نصب مجدد بکنیم. اگر همه اقداماتی که قبلا گفته شد اگر شکست خوردیم و نتونستیم که با مو کامپیوتر یا ویندوز دی خود دسترسی پیدا بکنیم، بهتر است که ویندوز را دوباره نصب کنیم. در به خاطر از اینکه دوباره ما ویندوز را نصب بکنیم، ما کدام فایل سازی یا خرید ویندوز نیاز نداریم. فقط اطمینان حاصل میکنیم که فضای دیسک ما 4 جی بی یا بیشتر از 4 جی بی خالی باشد. وقتی که ویندوز دانلود کردیم، باید در یک قسمت حافظه، خصوصا درایو سی، اینجا باید ذخیره بکنیم. برای نصب ویندوز 10 ما باید اقدامات زل انجام بدیم. در نخست مثلا عزیز، باید وقتی که میخواین دانلود بکنین، در قسمت شرکت مایکروسافت میرین، در بخش دانلود ویندوز 10 و در اینجا یکی از موضوعات، یکی اپدیت است و همچنان و یکی از موضوعات دیگه به خاطر عزیز که ما بتونیم دانلود تول ناو، یعنی تول سم میخوایم دانلود بکنیم، اینو انتخاب بکنین. وقتی که انتخاب کردیم، بعد از او لیسنس ازیرا اکسپت میکنین و بعد از او در این قسمت ما کریت انستالیشن میدیا فار انادر پی سی میگیریم. یعنی ما یک انستالیشن میدیا را برای یک پی سی در نظر میگیریم. وقتی که این کار انجام دادیم، از ما زبان میخواد، زبان باید انتخاب بکنیم، ادیشن شاید انتخاب بکنیم و همچنان آرکیتکچرش که به اساس چند بیتی است، 64 بیتی است یا 32 بیتی، اینم انتخاب بکنیم و بعد از اون باید یابشن انتخاب بکنیم. وقتی که انتخاب کردیم، نکست میگیم. در قسمت نکست گفتیم اینجا یک آپشن یو اس بی فلش درایو است و آپشنی ISO هست، میتونیم که ISO فلاش فایل بگیریم و یعنی ایمیجش هم میتونیم که دانلود بکنیم. وقتی که دانلود کردیم، به این شکل به ما شما ظاهر میشه. در قسمت که وقتی که ظاهر شد، ما میتونیم باز بکنیم. وقتی باز کردیم ستاب یا زیره، بعد از اینکه ستاب باز کردیم، مثلا عزیز باید میتونیم که این انستال مجدد بکنیم. مثلا مثال مثلا عزیز، وقتی که میخواین دانلود بکنین، شما در وبسایت مربوطه شرکت مایکروسافت برین، یا اینکه اگر نشسته بکنین که دانلود، نشسته میکنیم که دانلود ویندوز 10 ویندوز 10 میتونین که ویندوز 10 را دانلود دیش انتخاب بکنین. وقتی که اینجا انتخاب کردین، شما باید در شرکت مایکروسافت برین. وقتی که در شرکت مایکروسافت میرین، مثلا عزیز اینجا ببینین که برای شما در قسمت شرکت مایکروسافت تمام لیست از دانلود ها میاد. در این قسمت از شرکت مایکروسافت ما میخوایم دانلود بکنیم، میرین بالای کمپانی شرکت مایکروسافت، در این قسمت ویندوز 10 را میخواییم که دانلود بکنیم. وقتی که اینجا آمدیم، مثلا عزیز گفتیم دو آپشن میاد، یکی آپشن اپدیت است، اپدیت ناو، ما این انتخاب نمیکنیم، میاییم در قسمت دانلود ناو میگیریم، در قسمت دانلود تول ناو این انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کردیم، بعد از انتخاب ازی، ما در پروسه هایی که قبلا برای شما ذکر دادم، اون پروسه ها میاد و پروسه ها را ما میتونیم که با پیش ببریم. در اینجا یک کمی اما نیاز به سرعت بالای اینترنت داره که باید سرعت شبکه تان یا سرعت دانلود و اپلود شبکه خیلی بالا باشد. اگر بالا نباشه، بسیار تال میخره، خیلی چون حجم ازی بیشتر است و از اوقات میتونیم که خیلی وقت میگیرن. در اینجا ببینیم که حتی در این قسمت ما نتونستیم که دانلود بکنیم، به خاطر از اینکه یکی از مشکلاتی که اساسی که به وجود آمد، یعنی نبود سرعت کافی هست. و بازم دوباره ریترای میکنیم تا اینکه دانلود میشه، میریم در موضوعات بعدی. موضوع بعدی مثلا عزیز، روش بروز رسانی یا اپدیت ویندوز 10 هست.
یکی از بهترین راه های استفاده بهتر و سریع تر از کامپیوتر نصب آخرین نسخه ویندوز 10 هست. مثلا عزیز که چطور میتونیم که بروز رسانی بکنیم ویندوز 10 خودم؟ وقتی که سیستم عامل بروز رسانی میکنیم، ویندوز به طور خودکار درایورها را چک میکنه و همچنان آخرین نسخه درایورها را برای ما در اختیار قرار میده و همچنان نصب میکنه در ویندوز 10. بنابراین هدف از بروز رسانی عزیز که ما بتوانیم نسخه های قبلی را از بین ببریم، نسخه هایی که قابلیت سازگاری را ندارن از بین ببریم، فایل ها و درایور هایی که خیلی بدل خورد هستن و از اون مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان باعث بالا بردن سرعت، باعث عملکرد بیشتر سرعت کامپیوتر میشه. بنابراین باید اپدیت بکنیم کامپیوتر خود. به خاطر اپدیت کردن مثلا عزیز در سیتینگ میریم، اینجا اپدیت داریم، اپدیت اند سکیوریتی این انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کردیم بعد میتونیم که اپدیت بکنیم. در قسمت سیتینگ میریم استارت اپ، در اینجا سیتینگ داریم، سیتینگ انتخاب میکنیم. اینجا ببینیم که هم در اینجا با ما ویندوز اپدیت اومده، یک اپدیت صورت گرفته و هم چه ما میتونیم در قسمت ویندوز اپدیت در این قسمت ببینیم، مشاهده بکنیم، ما میتونیم که اپدیت بکنیم. مثلا عزیز وقتی که اپدیت اگر اومده باشه ما میتونیم که اینا به دست بیاریم. به خاطر از اینکه اپدیت بکنیم، اینجا چک فار اپدیت است، باید چک بکنیم که آیا واقعا هست یا اپدیت موجود است یا نیست. چون فعلا در اینترنت داریم، وقتی که چک اپدیت میگین به این معنی که ما در اینترنت باید دسترسی داشته باشیم. وقتی که دسترسی داشته باشیم چک میکنین و تمامی اپدیت ها یا فایل هایی که جدید اومده، فایل هایی که در واقع مورد نیاز است و فایل های جدید است و فایل هایی است که باعث سرعت بخشیدن یا باعث افزایش عملکرد کامپیوتر میشه یا اپراتینگ سیستم ما میشه، میتونیم که اونا را از اپدیت بگیریم. یکی از روش های خوبی که به خاطر از بین بردن مشکلات فایل های ویندوز است یا به خاطر رفع مشکل ویندوز، ما میتونیم که ویندوز خود را اپدیت بکنیم. و همچنان در این قسمت ببینید که مثلا عزیز ما با در قسمت دانلود ویندوز نرسیدیم. و یک موضوع دیگه ای هست که مثلا عزیز در قسمت اپدیت کردن یا بروز کردن، همچنان ما میتونیم که ویندوز در اپدیت بکنیم. اینجا ببینید که موضوع اپدیت هست، اپدیت انتخاب میکنیم، اپدیت میگیم. اگر بخوایم که اپدیت بکنیم از اینجا یک آپشن یا اپدیت نو انتخاب میکنیم، چون سرعت ما مشکل داره یا ای که فایروال اجازش نمیده اجرا نمیشه، شما در کمترهای خود میتونین که اجرا بکنین. و در این قسمت ببینید مثلا عزیز که ما قبلا اپدیت گفتیم یه چک میکنه پروسه اپدیت. وقتی که اپدیت شما اینجا ببینید که بعضی اپدیت ها پاس شدن، بعضی اپدیت ها داریم پاس هستن، به این معنی است که ما اپدیت ها را چند مدت میشه که پاس کردیم و اپدیت استفاده نکردیم. و همچنان میتونیم که به شکل دقیق، به شکل هفتوار یا ماهوار یا ساعتوار میتونیم که اپدیت بگیریم. یا میتونیم که هیستوری اپدیت چک بکنیم که مثلا درایور اپدیت ها چقدر صورت گرفته. مثلا مثال اینجا ببینید که اپدیت هایی که صورت گرفته به شکل موافقانه برای درایور ها، تمام از این به شکل موافقانه در اینجا اپدیت صورت گرفته. و همچنان بعضی اپدیت هایی که دیگر داشته باشیم، مثلا اپدیتی هست در اینجا میگه اپدیت است برای ویندوز ورژن 10 برای 64 بیت سیستم، انجام موافقانه انجام شده. یعنی اپدیت ها را از اینجا میتونیم. و باز در قسمت اپدیت ما ادوانس آپشن داریم و ادوانس آپشن در اینجا زمانی که بعضی اپدیت ها از برای بعضی پروداکت هایی که مربوط به شرکت مایکروسافت میشه که مربوط به ویندوز و شرکت مایکروسافت میشه، میتونیم که اینا را هم بگیریم آن بکنیم. و همچنان بعضی اپدیت ها را میتونیم که دانلود بکنیم. یعنی وقتی که دانلود کردیم این اپدیت ها بعضی پول نیاز می داشته باشن یا قیمت نیاز می داشته باشن، باید از او استفاده بکنیم. و همچنان وقتی که یک اپدیت میه، اپدیت اینستال میشه، باید این کامپیوتر استارت شوه یا نشوه. یعنی وقتی که اپدیت صورت گرفت باید کامپیوتر اتومات به شکل اتومات استارت شوه. در اینجا میتونید این آپشن داشته باشین. و همچنان اگر کدام اپدیت نیاز بود یا اینکه کدام اپدیت فینیش میشه یا تکمیل میشه، اینجا پی سی باید نوتیفیکیشن بده
شده که در واقع اپدیت در اینجا آمده. اینجا ببینید که میتونیم که اپدیت وقتی که بیاد در این قسمت میتونیم مشاهده بکنیم، اما متاسفانه این آپشن فال است. اگر شما میخواین فالش بکنید میتونید فالش بکنید و به این شکل میتونید استفاده بکنید. خب مسئله عزیز به این طریقه میتونیم که در واقع ویندوز هم دانلود بکنیم و همچنان ویندوز هم میتونیم اپدیت بکنیم. در اینجا ببینید که مثلا عزیز ما میخوایم که اینا فعال بکنم، اما متاسفانه که اینجا وقت گیر است به خاطر ازی که در اینترنت وصل هستیم. این ما را مستقیم وصل میکنه و اپدیت ویندوز شرکت مایکروسافت و میتونم از اون طریق بگیریم. و همچنان یکی از موضوعات دیگه که در قسمت اپدیت هست، یکی از موضوعاتی که هست مثلا عزیز این است که ما میتونیم که تاریخوار مشخص بکنیم که در کدام تاریخ بتونیم که اپدیت ها را لیست بکنیم یا اپدیت ها را بگیریم، اسکیجول میتونیم که مشخص بکنیم. مثلا عزیز یکی از موضوعات اساسی در این قسمت در روش های ترمیموی ویندوز و روزرسانی اپدیت مطالعه کردیم و همچنان نصب مجدد ویندوز را بس کردیم. در همینجا میرسیم به خلاصه فصل ششم. مثلا عزیز در فصل ششم ما موضوعات مربوط به نصب و اپدیت کردن ویندوز در مورد بس قرار دادیم و در نتیجه دریافتیم که منابع مورد نیاز برای نصب ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی چی بوده و چطور از اونها میتونیم استفاده بکنیم. اگر سیستم ما کمتر از 4 جی بی رم داشته باشه باید 32 بیت استفاده بکنیم، اگر بیشتر از 4 جی بی باشه میتونیم که 64 بیت نصب بکنیم. ویندوز در میتونیم از طریق های سی دی، دی وی دی یا فلش بوت نماییم یا نصب بکنیم. در صورتی که ویندوز از طریق فلش نصب میشه در قدم اول باید بوتیبل گردد، غیر از اون ما نمیتونیم استفاده بکنیم. ویندوز در برای روش های مختلف میتونیم که ترمیم بکنیم، در صورتی که اگر اینستال میکنیم نصب میکنیم، اما متاسفانه میبینیم که ما ویندوز لود نمیشه یا باز نمیشه یا ما را اجازه نمیده که ما داخل ویندوز شویم، تنها در صفحه لاگین نمایش داده نمیشه که ما بتونیم که از طریق صفحه لاگین وارد سیستم شویم. طریقه های مختلف ترمیموی یا ریپیرینگ وجود داره که عبارت از استارت اپ، سیستم رستور، انجام اسکن و همچنان در نهایت نصب مجدد ویندوز و اپدیت کردن یا بروز کردن است که همه از اینها را ما و شما در این فصل بحث کردیم. مسئله عزیز خب روزتان خوش، بخیر باشین، موفق باشین. فصل ششم شما در اینجا به پایان میرسه. خدا حافظتان.